با حضور جناب آقای امینی، محمد امینی، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. امروز با آقای امینی درباره یک رویداد بسیار تلخ که در تاریخ ایران بازمانده گفتگو خواهیم کرد. 20 اسفند سال روز ترور احمد کسروی است. احمد کسروی زبانشناس، پژوهشگر، حقوقدان و اندیشمند ایرانی، استاد ملیگرای رشته حقوق در دانشگاه تهران و وکیل دعاوی در تهران بود. احمد کسروی در 57 سالگی در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران به ضرب گلوله و 27 ضربه چاقو توسط گروه اسلامگرای فداییان اسلام ترور شد. آثار احمد کسروی حدود 70 است، به زبانهای فارسی و عربی. از مهمترین آثار کسروی دو کتاب تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان است که از مهمترین آثار مربوط به تاریخ جنبش مشروطه خواهی ایران هست و همواره نویسندگانی که در باب مشروطیت می نویسند بی نیاز نیستند از کتاب مشروطه ایران کسروی. اجازه بدهید با آقای محمد امینی عزیز عرض سلام کنم. آقای امینی، درود بر شما. درود به شما و همچنین درود به همیهنان گرامی و بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه. خیلی ممنون. آقای امینی، دو سه روزی در لس آنجلس تشریف نداشتین، رفته بودین سفر؟ البته من که میدونید هیچ وقت در لس آنجلس نیستم، در پیرامون لس آنجلس هستم. اما در این پیرامون هم نبودم، در سفر بودم و رفته بودم به شرق آمریکا و از جمله یک سخنرانی داشتم در شرق آمریکا. خیلی وسیعه، کدوم شهر؟ سخنرانی در فیلادلفیا بود، در واشنگتن و عمومه بودم، ولی سخنرانی من در فیلادلفیا بود. درباره چی بود؟ سخنرانی من درباره سرگذشت زبان فارسی بود. در واقع پاسخ به این پرسش بسیار مهم بود که چگونه زبان فارسی پس از آمدن عرب سر بلند کرد و چگونه شد که پس از و در درازای 900 سال حکومت‌های ترک تبار و مغول تبار در ایران، زبان فارسی به زبان دیوان، زبان ادب، زبان فرهنگ و سرانجام زبان ملی و مشترک و اداری ایران تبدیل شد. چه پدیده ای، چه زمینه و زمانی این شرایط رو به وجود آورد که زبان فارسی بتواند به زبان چیره در ایران تبدیل بشود؟ آقای امینی، برخی میگویند که عصر مشروطه و عصر پهلوی فشار آورد بر مردمان که فارسی سخن بگویند. این درست نیست؟ نه، اصلا درست نیست. این تنها چیزی که میتوانند بگویند این است که از هنگامی که آموزش ابتدایی در ایران اجباری شد به فرمان مشروطه، به تصویب مشروطه، و سپس آموزش دبیرستانی در سرتاسر ایران رایگان و گسترده شد و اجباری شد، از اون زمان طبیعتاً زبان فارسی به عنوان زبان آموزش در ایران شناخته شد. اما پیش از اون در درازای تاریخ، در تمام دورانی که حکومت‌های غزنوی و سلجوقی و خوارزمشاهی و مغول و ایلخانان و تیموریان و آقایوندو و قراقایوندو و صفویه و همه نه طایفه چیره صفوی در اون دوران، قزلباشان و سرانجام قاجار که از اون نه طایفه در ایران چیره بودند، زبان دیوان ایران زبان فارسی بوده و زبانی بوده که بیش از هر زبان دیگری در نه تنها در ایران بلکه در پهنه آسیای میانه و آسیای جنوبی و سرتاسر پیرامون ما به آن کتاب نوشته شده، دفتر شعر به وجود آمده و زبانی بوده که مردمی با زبانهای مادری گوناگون اون رو زبان مشترک خودشون قرار دادن به طور داوطلبانه و یکی از تواناترین زبانها در تاثیرگذاری بر زبانهای دیگر پیرامون سرزمین ایران هم بوده. خیلی ممنونم آقای امینی. پیش از این که
درباره کسروی و زمانه کسروی سخن بگوییم، بفرمایید کتابی که در دست دارید به نام زندگی و زمانه احمد کسروی کی منتشر میشه؟ میدونید که من چندین سال پیش به بازبینی و ویرایش کارهای زندیات کسروی پرداختم. نخست کارم رو با ویرایش شیعیگری آغاز کردم که کتابی است نزدیک به 70-80 صفحه، بیشتر نیست. من این کتاب رو حاشیه زدم، ویرایش کردم و افسوده‌های زیادی رو بر اون نهادم و نزدیک به 300 ورندی برگ شد و نزدیک 3 سال پیش به چاپ رسید، شاید هم بیشتر. نهادین یا نمادین؟ ببخشید داریم مثل کسروی زود نه خیلی نمادم و نمودم نمادم بله نهادم در واقع باید میگفتم. من درست یادم نیست الان جمله چه بود، ولی بر روی فکر میکنم درست گفتم، ولی بر روی این ارتباط رای وقتا ممکنه که صدا درست نرسه. کتاب دوم صوفیگری بود که جلد نخست رو منتشر شده و کار ویرایش بهائیگری رو هم به پایان رساندم، هنوز آماده چاپ نیست. اما در این میان بران شدم که چون ما امسال 70 سالگرد کشتن احمد کسروی است، یک بازنویسی از زندگی او بشود. کسروی دو کتاب در این باره نوشته، یکی به نام زندگانی من و دیگری 10 سال در ادویه، و میخواسته کتابی بنویسه با این عنوان که چرا از ادویه بیرون آمدن، که زمان به او این امکان رو نداده، بلکه یک نوشتار بسیار کوتاهی از او در دست است در مورد همین چگونگی بیرون آمدنش از ادویه، که در واقع میتوان گفت اون کتاب نیست، یک نوشتار بسیار کوتاه است. این 3 مجموعه رو من با حواشی زیادی، با توضیح نام افراد، جایها و خیلی چیزهای دیگر، رویدادها آماده کردم. گمان میکنم نزدیک به 800 صفحه باشد. بنا بوده که در همین هفته منتشر بشود. متاسفانه کار به درازا کشید و با گرفتاری های نوروز هم همراه شد. امیدوارم که در 45 روز 60 روز آینده به بازار بیاید و در واقع یک تصویری رو از نه تنها زندگی کسروی بلکه زمانه کسروی هم به دست بدهد. بر روی تبریک میگم خدمتون. خواهش می‌کنم. آقای امینی، اول بفرمایید که کسروی، شخصیت کسروی چند جنبه داشته؟ دست کم 4 شخصیت در یک انسان بوده، 4 شخصیت نسبتاً کامل. یعنی هر یک از این شخصیت ها می توانسته در تاریخ ایران نام جاودانی برای خودش بیابه. نخست شخصیت کسروی عنوان یک قاضی حقوقدان، چیزی که کسروی با اون زندگی می کرده، از اون راه زندگی می کرده. می دانید که خیلی زود وارد کار قضاوت می شود و از نخستین کسانی است که آزمایش داوری رو می گذراند با نمره بالاترین نمره و از قاضیان بسیار، داوران بسیار پاکدامن روزگار بوده و همچنین به کار وکالت می پردازد و در این زمینه هم بسیار توانا بوده و حتی در نوشتن قوانین یا تفسیر قوانین بسیار یاری رسانده به عدلیه یا دادگستری اون زمان. شخصیت دیگر که کسروی به آن شناخته شده، شخصیت پژوهشگری کسروی است، پژوهشگری تاریخ، که چندین نوشتار بسیار ارجمند از او به جای مونده که تک تک این شخصیت ها را در برنامه امروز حتما با هم گفتگو خواهیم کرد. سومین شخصیت کسروی زبانشناس است، کسی که با زبانهای چندی آشناست، زبان مادریش زبان ترکی آذربایجانی است، زبان عربی رو حتی پیش از آن که بر فارسی چیره بشود به عربی چیره می شود، زبان فارسی رو در حد استادی می دانسته و به پالایش زبان فارسی می پردازد، انگلیسی و ارمنی و زبان پهلوی رو یاد می گیرد و همچنین به چند زبان دیگر مانند زبان روسی تا اندازه آشنایی داشته و افزون بر این به پژوهش زبانها یا نیم زبانهای بومی و محلی در ایران پردازه و کارهای بسیار ارزشمندی را در این زمینه انجام میدهد و از اونها بهره میگیرد برای پالایش یا ساده کردن زبان فارسی. شخصیت 4 او که در واقع میتوان گفت او رو به کشتن داد، شخصیت
اجتماعی اوست، به عنوان یک مصلح اجتماعی، به عنوان یک نظریه پرداز اجتماعی که بر این باور بوده، یعنی در واقع یک بدعتی در این زمینه پایه‌گذاری کرده. پیش از کسروی بیشتر روشنفکران دوران مشروطه بر این باور بودند که گرفتاری ایرانیان از بیگانگان است، از استعمار، و خب پس از اون میگفتن امپریالیسم. کسروی میگفته خیر، از فرهنگ ماست، از تاریخ ماست. و از همین روز که کتاب شیعگری رو می‌نویسه، کتاب درباره شیخیگری داوری میکنه، درباره بهائیگری داوری میکنه، کتاب صوفیگری رو می‌نویسه و حتی به نقد ادب فارسی می‌پردازد و ارزش‌هایی که در شعر فارسی وجود داره، و از همه اینها مهمتر به جان خرافات دینی میفته و جان خودش رو هم در این راه از دست میدهد، نه در اون سه کار دیگری که انجام داده. این است که دست کم باید گفت که کسروی دارای چهار شخصیت بسیار برجسته در درازای زندگی خودش بوده و جان خودش رو در راه پالایش ارزشی جامعه ایران از دست داده. اجازه میدین این چهار شخصیت رو یکان یکان بنده در ورش از شما پرسش کنم؟ حتما. اجازه بدید که از این آخری آغاز کنیم که بر روی فرق نمی کنه. بفرمایید. روز ماست. بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله. یعنی شخصیت آخر همون شخصیتی که پاک دینی رو می‌سازه، کتاب سوزان می‌کنه. ها ببینید، اونها جنبه‌های فرعی کار اوست. کار اصلی که از روی در اون شخصیت مصلح اجتماعی امروز خیلی رایج شده، میگویند اصلاح طلبان دینی، در واقع شخصیت کسروی یک مصلح دینی است، یک شخصیتی است که در آغاز کوشش میکنه دست به اصلاحات دینی بزنه. از همون زمانی که حاضر نبوده به کار پدر بزرگ خودش بپردازد و مسجد نیاکان خودش رو در اون ملایی بکنه، با اینکه درس ملایی خوانده بوده و آخوندها رو از خودش بیزار میکنه در تبریز، از همون زمان گرفتاری با خرافات داشته، گرفتاری با باورهای چیره مذهبی داشته و خیلی کارها رو مانند سینه‌زنی و عزاداری رو یک نوع بت‌پرستی می‌خوانده، یک نوع عوام‌فریبی می‌دانسته و این رو در کارهایی که در ادبیه اون زمان یا دادگستری هم می‌کنه نشان می‌دهد. با اینکه قرآن رو از حفظ بوده، با اینکه آشنایی او به کتاب‌های دینی از بسیاری از آخوندهای برجسته اون زمان هم بیشتر بوده، به جنگ با خرافات برمی‌خیزد و رفته رفته به جنگ با خود دین. کتاب شیعگری رو می‌نویسه، نخست نقد به باورهای خرافی می‌کنه و سپس کتاب شیعگری رو می‌نویسه و می‌گوید که این شیعگری یک کجراهی در اسلام است و ایراد می‌گیره به بسیاری از آن چیزی که به نام فقه شیعی پذیرفته شده و آخوندها رو به چالش می‌کشه. اصلا نخستین بار که آیت الله خمینی، البته اون زمان به نام سید روح الله شناخته می شده، سید روح الله موسوی شناخته می شده و حاج آقا روح الله اسمش بوده در واقع، و مدرسی گمنام در قم بوده، در اون زمان نخستین بار که نامی از ایشان شناخته می شود، یکی به دلیل اون بیانیه بسیار تندی است که علیه کسروی می نویسه و عملا مردم رو، جوانان رو تشویق میکنه که جواب این تبریزی بی سواد رو بدهن، البته نه از راه نوشتن بلکه از راه از میان بردن. او این نوشته رو در سال 1323 منتشر میکنه. در همون زمان هم هست که کتابی تحت تأثیر اندیشه های کسروی از سوی یکی از همکاران کسروی یا یکی از پیروان کسروی که پیشتر هم آخوند بوده، فرزند یک آخوند معروف قم بوده، منتشر می شود، فردی به نام حکمی‌زاده کتابی بیرون می داد، جزوه بسیار کوچکی است به نام اسرار هزار ساله، که آقای خمینی کتاب کشف اسرار هزار ساله رو که به نادرست برخی می گویند کشف الاسرار، این کتاب رو در پاسخ به این نوشته حکمی‌زاده بیرون می‌دهد، که البته خیلی‌ها گمان می‌کردند که نوشته حکمی‌زاده اساساً از اندیشه کسروی برخواسته و بیشتر شبیه هست به آنچه کسروی باور بر اون داشته. و سرانجام هم کسروی رو نخست در اردیبهشت ماه سال 1324 رو حمله می‌کنند و فردی که تا اون زمان گمنام بوده
به نام مجتبی میرلوری یا نواب صفوی که درس دینی هم نخوانده بوده، چند ماه بیشتر در نجف نبوده، به او حمله می کند و به او تیر می اندازد. دو تیر به پشت او می خورد ولی مجروح می شود و کشته نمی شود و این نواب صفوی رو هم با ضمانت بازرگانیان آزاد می کنند و از ایران هم خارج می شود و بر می گرده و گروه فدایان اسلام رو به راه می اندازه با عده‌ای از اوباش در واقع. و این گروه فدایان اسلام هستند که 10 ماه دیرتر در 20 اسفند 1324 خورشیدی که درست 70 سال پیش از فرداست، کسروی رو در کاخ دادگستری در حالی که به پرسش های بازپرس پاسخ میداده در اتاق بازپرس همراه با منشی وفادارش حدادپور میکشند به ضرب چاقو و تپانچه. برادران امینی، ببخشید، برادران امامی. امامی، بله، برادران امامی، بله، برادران امامی و 9 نفر دیگر. این گروه با خنجرهای خونین، چاقوهای خونین از دادگستری بیرون می آیند و فریاد می زدند، یعنی فریاد تبریک، لبیک می گفتند، الله اکبر می گفتند، مانند کارهایی که اینک در حکومت 38 ساله گذشته جمهوری اسلامی روان و پذیرفته شده و اظهار شادمانی می کنند. شوربختا که تا به امروز کار اونها رو در این حکومت کنونی ایران جشن میگیرند و کار بزرگی قلمداد میکنند، کشتن یک انسان پرخاشگر به ارزش‌های خرافی. این شخصیت اوست که در واقع میتوان گفت که کسروی رو با بسیاری کسان در میاندازه، یعنی افسون بر نقد به دین او به عرفان و صوفیگری نقد داشته، به شعر فارسی، نه به دلیل اینکه چرا شعر میگفتند بلکه به این دلیل که میگفته محتوای این شعرها محتوای درستی نیست و ارزش‌های نادرستی رو در برابر مردم مینهه، حالا درست یا نادرست کار ندارم، با اونها مخالف بوده و جشن کتاب سوزان برای از بین بردن کتاب‌های شعر به پا می‌کرده. حتی در جاهایی هنگامی که از کسی تعریف می‌کنه می‌گوید انسان بسیار خوبی بود، تنها عیبش این بود که شعر هم می‌گفت. در پایان زندگی با شعر و شاعری خیلی بد شده بوده. البته این محدود به کسروی نیست. اگر شما به تاریخ انقلاب فرانسه نگاه کنید، یکی از واکنش هایی که در خود انقلاب فرانسه انجام می شود در همین است. ایراد کسروی به شعر نبوده. می گفته به جای اندیشیدن و فناوری و نگاه کردن به تمدن های کشورهای دیگر، ما نشسته ایم و به قافیه و سجب و وزن و چیزهایی از این قبیل می پردازیم و باید به جای اونها به دانش‌های نو بپردازیم. این نوعی بوده که او به فرهنگ ایران نگاه می‌کرده و خورده می‌گرفته. آقای امینی، آقای مرحوم نفیسی، بله، نوشته است درباره کسروی، میگوید فارسی را به لهجه مخصوص آذربایجانی ولی بسیار شمرده حرف می‌زد. در نخستین مکالمه‌ای که با او کردم بر من ثابت شد که مرد بسیار بیباکی است و حتی عقاید خاص خود را با بی‌پروایی خاص ادا می کند. از اینکه برخلاف عرف و برخلاف عقیده دیگران چیزی بگوید باکی نداشت. این اصطلاح معروف درباره او بسیار به جا بود که سرش بوی قرمه سبزی می دهد. ببینید، یک نمونه از این رو خدمتتون بگم، دو نمونه رو در واقع، یکی در کار اون شخصیت غذاییش و دیگری در کار شخصیت ادبی. در اون زمانی که کسروی تازه یکی دو کتاب بیرون داده بود، یکی کتاب آذری یا زبان باستان مردم آذربایجان که بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت و نخستین کسی بود که آمد و گفت که زبان باستانی مردم آذربایجان ترکی نبوده و ستایش های زیادی در این باره شد. یکی از کسانی که از این کتاب ستایش کرد و سپس بر او در زمین های دیگری خورده گرفت، محمد قزوینی، معروف به علامه قزوینی بود که هیچ کس درباره دانش او در ادب فارسی و تاریخ ایران گفتگویی نداشت. چیره چیره بود بر زبان فارسی و زبان عرب و خیلی هم پیچیده می نوشت و اصرار داشت که واژه های بسیار درشت عربی رو وارد نوشتار خودش بکنه. خب در افتادن با قزوینی کار هر کسی نبود، یعنی هیچ کس از بزرگان اون زبان
از بهار گرفته تا نفیسی تا اقبال آشتیانی تا رشید یاسمی یا دیگران اصلا این بیباکی رو نداشتن که با قزوینی در بیفتن، حتی کسی مانند تقی‌زاده که دوست قزوینی بود. خب قزوینی از کسروی هم بزرگتر بود، 20 سال از کسروی بزرگتر بود و میدانید که سالهای درازی رو از 2 سال پیش از مشروطه رفته بود به اروپا و در اروپا زندگی میکرد، 38-39 سال در اروپا زندگی میکرد. کسروی با قزوینی سر واژه تهران در افتاد که تهران با تین است یا با ت، و میتوان گفت در این جدل اندیشهی برد بازی رو، چون تا اون زمان تهران رو با تی مینوشتن و چیرگی کسروی در این زمینه تا اونجایی بود که نشان داد تهران رو باید با تی دو نقطه بنویسند. و بحث بسیار جالب و شیرینی هم از این کاری که این دو نفر با یکدیگر درگیر شدن و پس از اون میتوان گفت قزوینی از او رنجید. نمونه دیگری از بیباکی او هنگامی که او رو مدعی العموم تهران یا دادستان تهران کرده بودند، یعنی با سفارش تیمورتاش او رو رئیس بدایت رئیس دادگاه های تهران کرده بودند، پرونده‌ای به زیر دست او افتاد، پرونده کشاورزان اوین که شکایت کرده بودند و پرونده رو در واقع شکایت از دربار کرده بودند، چون زمین های اونها رو گفته بودند که اینها زمین های وقفی مربوط به آستان رضوی است و آخوندی هم به نام خالصی زاده اتفاقا با دربار هم صدا شده بود و دست به روی این زمین ها انداخته بودند. کوتاه سخن این که کشاورزان به دادگستری یا عدلیه اون زمان شکایت کردند، هیچ کس جرأت رسیدگی به این پرونده رو نداشت و حتی این پرونده رو رأی به سود دربار داده بودند. این رأی رو کسروی برگرداند و به سود کشاورزان رأی داد و به قول خودش این مثل توپ ترکید و حتی تیمورتاش او رو خواست، گفت وای چه کاری است میکنی، رأی رو برگردانی، و حاضر نشد که رأی رو برگردانی. و یا حتی هنگامی که در این شخصیت قضایی سرانجام پی برد که نمیتواند در عدلیه کار بکنه، خب نامه استعفای خودش رو به شخص رضا شاه نوشت و گفت که این عدلیه شما فاسد شده. این آدمی بود با چنین شجاعتی، با چنین دلیری، در همون دوران نزدیک به 2 سالی که در خوزستان رئیس عدلیه خوزستان بود، نخست با خزعل در افتاد بدون هیچ جنگ افسار و بدون هیچ نیروی و سپس با جانشین خزعل یعنی سرتیپ زاهدی آینده، سپهبد زاهدی آینده، فضل الله زاهدی که فرمانروای خوزستان شده بود، همه کاره خوزستان بود و هم فرماندار نظامی بود و هم فرماندار غیر نظامی، با او هم در افتاد و نوشته های علیه او در روزنامه های اون زمان در بیرون از ایران در حبل المتین چاپ کرد. و خب گستاخی، البته اینجا گستاخی رو به عنوان واژه نیکی استفاده می کنند، این بی‌پروایی بسیار بسیار کم مانندی داشت که شاید همین هم او رو حفظ کرده بود، چون می دانستند که در پشت این بی‌پروایی پاکی نفته است و چیزی نمی توانند به او ببندند. آقای امینی، دیدگاهاش درباره پادشاه یعنی رضا شاه دیدگاه های مثبتی بود یا منفی؟ هر دو رو در نوشته های او می توان یافت. در زمینه هایی به فراز رضا شاه به پادشاهی نقد داشت و می گفت این یک نوع خودکامگی است که شخصیتی مانند رضا شاه بر همه چیز چیره بشود. کلمه خودکامگی رو او ساخته؟ بله. کلمه خودکامگی رو میگن کسروی ساخته؟ بله، کلمه او نساخته، او در واقع یافته از نوشته های تاریخی در ایران و این رو زنده کرده. ببینید خیلی جالب است، در نوشته ای که از او در دست است در سالهای پس از شهریور 20 میگوید که در تمام دوران پادشاهی رضا شاه من یک بار از او ستایش نکردم، چون ستایش از زنده چاپلوسی است، ولی اینک از او ستایش میکنم. یعنی پس از مرگ رضا شاه از شمار کسانی است که در واقع از نیکی های رضا شاه در کنار نقد به رضا شاه یاد کرده و چیزهایی رو در اون فضای اون زمان که فضای سپهر ضد رضا شاهی بود در سالهای پس از شهریور 20 به ستایش از رضا شاه برخاست، در حالی که در دوران
پادشاهی رضا شاه نقد میکرد کارهای دولتی رو. عدلیه که در واقع یکی از مهمترین کارهای دوران رضا شاه بود رو به عنوان یک ساختار فاسد ازش نام میبرد و بسیاری از شخصیت های پیرامون رضا شاه، نزدیکترین شخصیت های پیرامون رضا شاه رو آدم های بیمایه و بیپایه میدانست و هیچ واهمه ای هم از این نداشت این سخن رو بگوید. اما نقد او به رضا شاه نقد بسیار بی غرض است، یعنی دشمنی با رضا شاه نداشت بلکه انتقاد به رضا شاه داشت و بیان این دو تفاوت های زیادی است. رضا شاه رو یک شخصیت برجسته میدانست، کارهای نیک او رو می ستود و در این حال به برخی از کارهای او خورده می گرفت. آقای امینی، عصر رضا شاه در واقع عصر برآمدن ناسیونالیسم ایرانی بود، عصر رویاوری به دوران عظمت ایران و ایران باستان. کسروی به این ایده ها اعتقاد داشت؟ بله، کسروی سخت پایبند ناسیونالیسم ایرانی بود، اما تفاوت میان ناسیونالیسم کسروی به اون باور داشت یا میرزاخان کرمانی یا دیگران، طالبوف و آخونزاده و دیگران به اون باور داشتند، در این است که ناسیونالیسم ایرانی در دوران رضا شاه به ساختار دولتی پیدا کرد، یعنی نهاد شد، سمبولی شد، نمادی شد از ساختار دولت. پیش از آن یک پدیده عمومی و ملی بود مانند خود جنب و جوش مشروطه. کسروی هم به ناسیونالیسم دولتی باور نداشت بلکه بر این باور بود که باید یک پارچگی ایران رو حفظ کرد و در این راستا رضا شاه رو میستود، در اینکه چنین کارهایی در دوران او انجام شده و مرزهای ایران حفظ شده و جریانهای ایلی و عشیره‌ای و شورشها در واقع فرو نشانده شده. تنها موردی رو که میتوان گفت از یک میدانید که هم در جریان شورش خیابانی درگیر بود و هم آشنایی دوری با جنبش پسیان داشت، ولی ستایشی که از پسیان میکند بیش از ستایشی است که از خیابانی که خود او با او دوست بوده میباشد و این موضوعی است که باید در جای دیگری حتما دربارش گفتگو کنیم. در این دوران نسبتا کوتاه زندگی، چون میدانید که به 55 سالگی نرسیده بود که او رو کشتند و شاید همان 55 سال شده بود که او رو کشتند، تمام کارهایی که کسروی به آن معروف شده، نام‌آور شده، در 24 سال زندگی اوست، یعنی از هنگامی است که پا به تهران می‌گذارد. تا پیش از اون درس می‌داده، عربی می‌خوانده، عربی درس می‌داده، انگلیسی یاد می‌گیره، سفری می‌کند به قفقاز، از راه قفقاز می‌رود به اشکاباد و از اشکاباد سفری به مشهد می‌کنه و باز می‌گرده و بیشتر گرفتاری‌های خانوادگی و زندگی و آموزش رو می‌داشته و با تنگدستی زیادی هم همراه بوده و میخوانده و سخت در جستجوی دانش‌های اروپایی بوده. از به اروپا هم رفته بوده آقای امینی؟ بله؟ به اروپا هم سفر کرده بوده؟ تنها سفری که دو سفری که به خارج از ایران کرده کسروی، یکی هنگامی است که 24-5 سال بیشتر نداشته و در صدای کار به باکو، به تفلیس و باکو رفته و سرانجام از آنجا از راه کشتی به اشکاباد رفته و از راه اشکاباد به مشهد آمده و رفته به آرامگاه نادر رو دیده و رفته به آرامگاه فردوسی رو هم دیده. و سفر دیگری که به خارج از ایران کرده در واقع دو سفر، این هم سفر ناخواسته است، چون در اون زمان هنگامی که او رئیس عدلیه خوزستان می شود جراها برای سفر از تهران به خوزستان چندان امن نبوده، از راه کرمانشاه به بغداد می‌رفتند و از بغداد به بصره و از بصره ویزا می‌گرفتند برای برگشتن به ایران. یعنی ایرانیانی که از تهران می‌خواستند به بخشی از خاک کشور خودشون بروند، برای ورود به خوزستان باید از کنسولگری بریتانیا در بصره ویزا می‌گرفتند. او این سفر رو انجام داده، یک سفر نیمه تفریحی هم در آخرین نوروزی که در خوزستان بوده، نوروز 1304، پیش از اینکه از خوزستان به تهران بیاید و کار دادگستری خوزستان رو رها بکنه، با هم با خانواده از راه بصره به بغداد میروند و حتی نجف رو میبینند و بر روی دیدنی بوده کارشون در
ده سال در ادلیه رو نوشته، ولی به اروپا هیچ کار نرفته. کارهای او در بیروت چاپ می شده و اروپاییان با کارهای او آشنا بودند. یک کتاب آذری زبان باستان مردم آذربایجان به انگلیسی هم برگردانده شده و پس از برگردانده شدن این کتاب به انگلیسی، او یکی از نخستین ایرانیانی است که بدون داشتن مدرک، شاید نخستین کسانی است که بدون داشتن مدرک رسمی دکترا، عضو انجمن همایونی آسیایی می شود، پژوهش‌های آسیایی، و همچنین عضو آکادمی علوم و هنر دانشگاه و هنر آمریکا می شود بدون اینکه به اونجا سفر کرده باشه. یک کتاب هم به نام تاریخ آمریکا داره. کتابی است که پایان نیافته، کتابی است که شروع میکنه و متاسفانه نمیتواند پایان بره. نامه ای دارد به دانشمندان آمریکا، ولی کتاب تاریخ آمریکاش به پایان نرسیده، بخشی از اون رو نوشته. خب آقای امینی، درباره مثلا شخصیت قضایی ایشون باز هم مطلبی است که لازم بدونید همیانان بدانند. مهمترین ویژگی شخصیت غذایی او در این است که یکی از پاک دامنترین و داناترین از نظر حقوق قاضیان یا داوران در اون آغاز دادگستری نو در ایران بوده. یک جنبه بسیار ویژه کار او هم در این است که پس از شهریور 20 که پزشک احمدی و سرخاس مختاری رو دستگیر میکنند و اونها رو باید محاکمه میکردند، کسری رو وکیل تسخیری سرخاس مختاری میکنند و دفاعیات او از سرخاس مختاری بسیار خواندنی است. میتوان گفت که این دفاعیات است که سرخاس مختاری از مرگ میرهانه و در واقع نظام رو محکوم میکنه و میگوید که او در واقع مهره‌ای بیش نبوده. کار بسیار بسیار برجسته‌ای در این زمینه انجام داده. در مورد شخصیتی که در زمینه پژوهش تاریخ داشت سخن بسیار است، نه؟ نام‌آورترین در واقع کارهای اون رو میتوان این چند کار دانست. کارهای زیادی کسری انجام داده، جزوه های بسیار کوچکی مانند تاریخ چپق یا تاریخ پرچم، شیر و خورشید، چیزهایی از این دست رو در نشریه پرچم و پیمان بیرون میداد و یا در کنار چاپخانه پیمان. اما کارهای ماندنی او، همه کارهای ماندنی است، ولی کارهایی که بر روی نام‌آور شده کسری از روی آنها، یکی همین کار آذری زبان باستان مردم آذربایجان است. سپس در کنار این کار پژوهشی را آغاز کرد که خود اون به یک کتاب تبدیل شد به نام شیخ صفی و تبارش. نخستین کسی است که نشان میداد شیخ صفی الدین اردبیلی تبار شیعی نداشته، تبار اهل سنت داشته و سنی بوده و این تبار رو بعدها ساختن صفویان برای خودشون به دلایل سیاسی و اجتماعی. و این کتاب خیلی تأثیر گذاشت و اینک میتوان گفت که این نوشته او رو تقریبا همه پذیرفتن که پیشینه صفویان شیعی نبوده و شیعیگری رو ساختن برای خودشون. در سفرهایی که برای کار دادگستری میکرده، برای بازرسی دادگستری میکرده، به شهرداری های محل میرفته و نام شهرها و دیها رو پژوهش میکرده و نام 8000 شهر و دی رو با پیشینه اونها گرد هم میآورد و کتابی بیرون میداد به نام نامهای شهرها و دیهای ایران. کتاب بسیار ارزشمندی است. کتاب تاریخ مشروطه ایران که اشاره کردی، که در واقع تاریخ 18 ساله آذربایجان رو جلد دوم آن میداند، این کتاب دوم رو، کتاب تاریخ 18 ساله آذربایجان رو، نخست به عربی نوشت و در بیروت به عنوان بخشی از یک ماهنامه که در اونجا چاپ میشد، یک ماهنامه بسیار پیشروی به زبان عربی که در سیدا به چاپ میرسید به نام الارفان، در اونجا به چاپ رسید و سپس اینها رو خودش به فارسی برگردان و بخشای زیادی به اون افسود و شد تاریخ 18 ساله آذربایجان یا تاریخ گردان و در ایران. تاریخ مشروطه او از این جهت بسیار ارزشمند است که او نخستین کسی است که به این گرفتاری تاریخی ایران نگاه می کند که برخلاف انقلاب‌های بزرگ دیگر جهان که طبقه حاکمه کنار نهاده شد، در انقلاب مشروطه همون نیروهایی که پیش از مشروطه نیروی خودکامگی بودند
پس از مشروطه همچنان بر سر کار باقی ماندند و همچنین پس از به توپ بسته شدن مجلس، همونهایی که با محمد علی شاه هم کاری میکردند پس از به توپ بسته شدن مجلس هم بیشتر آنها مصدر کار بودند. مثل این دوله، این دوله نمونه است. چرا راه دور برویم؟ سپهدار تونکابونی که به عنوان فاتح تهران شناخته می شود مسئول اصلی محاصره تبریز بوده، ولی بوی مشروطه، بوی پیروزی مشروطه خواهان که به مشامش میرسه رنگ عوض میکنه و میآید و مشروطه خواه می شود و همه کاری مشروطه. در ادامه این کار، هنگامی که در خوزستان بوده، کاری را انجام میدهد که تا اون هنگام انجام نشده بود و اون نوشتن تاریخ مشعشعیان به عنوان بخشی از تاریخ 500 ساله خوزستان است. کار بسیار بسیار ارزنده است که دیگران هم کوشیدند که به او خورده هایی بگیرند و تغییر هایی بدن، ولی اساسا کار ماندنی است. با استفاده از متون ارمنی آمد کتابی نوشت و نوشتارهای تاریخی دیگر، کتابی نوشت به نام شهریاران گمنام که فرصت نکرد جلدهای دیگر اون رو بنویسه و نام برخی از پادشاهان گمنام ایران رو توضیح داد و تاریخ اونها رو برشمرد. کارهای تاریخی او بی‌نظیر بوده، کم مانند بوده، کمتری ایرادی در مورد کارهای تاریخی میتوان به او گرفت. بیگمان با توجه به نداشتن امکانات و نداشتن همکار کارهای او ناتمام بوده، ولی همین کارهایی که انجام داده میتوان نگاه کرد و دریافت که تا چند اندازه با ژرفا به مسائل نگاه میکرده. و جالب اینجاست که همین کتاب تاریخ، همین کتابی که در مورد آذربایجان نوشته، مقاله قزوینی درباره او نوشته که در یکی از روزنامه‌های خارج از ایران به چاپ رسید که ستایش بیمانندی از کار کسروی است و میگوید که این پژوهشگر پژوهشگر بی‌نظیر و بیمانندی است. ای کاش فارسی رو هم درست صحبت میکرد، چون میدونی که فارسی کسروی، فارسی روان کسروی با سبک و سلیقه کسی مانند قزوینی همخوانی نداشته. خب آقای امینی، کسروی به عنوان زبانشناس چگونه این جنبه ها رو با هم گرد می آورده؟ جناب مهری به این میگوین نبوغ، یعنی این یک نابغه بوده در واقع، یک شخصیت بسیار بیمانندی بوده و تنها کاری که میکرده همین کار روزانه برای گذران زندگی و کار پژوهشی است. خوشگذرانی در کنار او نداشته. هنگامی که زندگی او را میخوانیم میبینیم که اگر رفته در شهری و از باغی دیدن کرده تا چه اندازه شادمان شده. شادمانی های او در همین محدوده رفتن به باغ و گردش و دیدن طبیعت خلاصه می شده و همه زمان و وقت خودش رو به کار پژوهش می پرداخته و ذهن کنجکاو داشته. از همه اینها مهمتر، در هر سفری به هر شهری که می کرده کوشش می کرده نیم زبانها رو یا زبانهای بومی رو باش آشنا بشه، با شعر اونها خوب بگیره و مفهوم و معنای زبانها و واژه ها رو دریابه. این کار رو در مورد زبان شوشتری و دسپوری انجام داده، در مورد دماوندی و گویش های سرخی و گویش های دیگر سمنانی و گویش های مازندرانی انجام داده و چه بسا اگر زندگی به اجازه میداد 30 سال دیگر زنده میمان و این آدم کش های فدایان اسلام جان او نیفتاده بودند، به کارهای بسا ارزشمند دیگری رو از خود به یادگار میگذاشت. این گستره دانش او در زمینه زبان، آشنایی با زبانها و شیفتگی او به ایران و زبان فارسی که میتوان گفت سومین زبانی است که بیاد گرفته پس از عربی و ترکی که زبان مادریش بوده، او رو برمی انگیزه که به پالایش زبان فارسی بپردازه. سخت شیفته توده و مردم بوده و بر این باور بوده که باید به گونه‌ای نوشت که مردم دریابند و بفهمند، برخلاف دیگر بسیاری دیگر از پژوهشگران زمان خود که برای نخبگان می نوشتند، کسروی برای مردم می نوشته و از واژه‌هایی استفاده می کرده که
مردم اون رو درک کنند. حالا مردم بی سواد نه، ولی دست کم اونهایی که سواد خواندن و نوشتن دارند. و کاری رو آغاز می کند در زمین زبان فارسی، در می آورد که زبان فارسی گرفتاری هایی پیدا کرده. چند نمونه رو خدمتتون بگم اگر فرصت هست جناب مفید. بله 5-6 دقیقه وقت داریم. بله. در زمینه پالایش زبان فارسی یکی از کارهایی که کسروی انجام میدهد این است که او دشمنی با واژه های عربی نداره. یعنی اگر نیک بنگرید آنجایی که باید از واژه های عربی هم استفاده میکنه و بر این باور نیست که از شمار کسانی است که باید میگویند که باید زبان فارسی رو از همه واژه‌های عربی تهی کرد، چون این باوری رو نداشته. اما میگفته که نباید از اون واژه‌هایی بهره گرفت که ما برابرهای زیبای فارسی رو داریم. به جای مستبد چرا نگوییم خودکامه؟ و این گونه در واقع میآید و شروع میکند به بهتر و بهتر فارسی سخن گفتن، ولی بیمحراسی از این که واژه عربی رو هم به کار ببرد ندارد. اما بیش از آن که به واژه بپردازد به استرکتور یا ساختار زبانی میپردازد، در میابد که زبان فارسی در گذشته تواناتر از اون ساختار امروزی زبان بوده و ما خیلی چیزها رو کنار نهادیم. از جمله میگوید که ورود واژه های عربی به زبان فارسی ما رو وادار کرده که مصدرهای ترکیبی بسازیم یا واژه‌های یا مصدرهای دوپاره بسازیم، مانند جلد کردن، کتاب نوشتن، چیزهایی که یک بخشی از اونها عربی است، بخشی از اون فارسی است و ما به جای اینکه از اون در واقع اون رو به صورت عربی خودش استفاده بکنیم، این رو آمدیم و فارسیزه کردیم. میگوید این گرفتاری باعث شده است که همین بلا رو سر واژه‌های فارسی بیاوریم. مثلا بگوییم که گریه کردن، در حالی که میتوانیم بگوییم گریستن. و بر این باور است که هرچه شمار کارواژه‌ها، مصدرهای تک رو بیشتر بکنیم، زبان ساده‌تر میشود و حتی برام میشود که پاره‌ای از واژه‌ها رو مستر بکنند، یعنی مسترهای ساختگی بسازند. و این کاری است که خیلی ها دیگر پذیرفتند و امروز در میان فارسی زبانان روان و پذیرفته شده که ما بیاییم و چیزهایی رو که مستر نیست و شاید اگر بتوان اونها رو هم مستر کنیم، کارواژه کنیم یا به گفته ایشان. کار دیگری که انجام میداد کوشش کسروی است و به همین دلیل هم خیلی ها نوشتهای کسروی رو در زمینه‌هایی یا نمیفهمند یا اگر هم تقلید میکنند ناشیانه تقلید میکنند. مثلا کسروی میگوید، اجازه بدید نمونه‌ای از نوشته بسیار زیبای او رو بخوانم در مورد سید جمال الدین اسدآبادی از تاریخ مشروطه. میگوید که سید به کار بزرگی برخواسته بود ولی راه آن را نمیشناخته و آنگاه هیچگاه خود را فراموش نمیکرده. سید اگر به جای رفتن به این دربار آن دربار همه به بیدار ساختن مردم و پیراستن اندیشه ها کوشیدی، به نتیجه بهتری رسیدی. این نوعی که کسروی این یه رو استفاده می کند در واژه ها، در فعل، خیلی ها متوجه نیستند که چرا چنین می کند. او باز می گردد به نوشته های تاریخی، از جمله تاریخ بیهقی، نوشته های ناصر خسرو و دیگران. می گوید ما در یک زمانی در زبان فارسی گذشته اصطلاح خود گذشته همیشگی و گذشته همان زمانی داشتیم. استمراری. بله. گذشته همیشگی کاری است که در گذشته همیشه انجام می دادند. گذشته همان زمانی کاری است که یک بار انجام میدادند. مثلا میگوید که علی به بازار رفت، یعنی یک بار علی به بازار رفت. ولی اگر این بازار هفتگی می بود میگفتند هر هفته به بازار رفتنی، یعنی این کار دائمی است، همیشگی است. یا در بیهقی میخوانیم که اسب کشیدندی، یعنی همواره اسب رو میکشیدند. یا کار دیگری که انجام میداد کوشش میکند که به شیوه زبانهای اروپایی، زبان انگلیسی بیاید و
یک آینده در گذشته رو به زبان فارسی وارد بکنه، چیزی که در گذشته در زبان فارسی بوده، مانندی که خواستمی گفت، یعنی میخواستم بگویم، خواستمی گفت، خیلی هم زیباست. برخی از کارهایی که کسروی کرده ماندگار شده، برخی از اونها چون دیگران نپذیرفتند و پیگیری نشده و شور وقت ما در ایران یک ساختار مورد پذیرش زبان نداریم، مانند لاروس در فرانسه، کارهای کسروی اینجا و اونجا پذیرفته شده، کسانی اندرزهای او رو به گوش میگیرند و کوشش میکنند آنگونه بنویسند و آنگونه سخن بگویند، اما کسانی هم اون رو به کار نمیبرند. ولی به هر روی بسیاری از کارهای کسروی جای خودش رو در تاریخ ایران باز کرده. باید گفت که در تاریخ 100 سال گذشته ایران ما کمتر انسانی مانند کسروی داشتیم که در این چهار شخصیت چنین نقش ماندگاری در تاریخ ایران داشته باشد. شما نیک بنگرید امروز در ایران که کسانی بر سر کار هستند که از همان راه و روش فدایان اسلام پیروی میکنند، هنگامی که به پژوهش‌های تاریخی اشاره می‌کنند از کسروی نام می‌برند. کارهای پژوهشی کسروی در ایران آزاد از چاپ می‌شود. تاریخ 500 سالی خوزستان بارها در ایران چاپ شده و با شوربختی باید گفت کسانی که نام خودشون رو ویراستار می‌گذارند، بسیاری از اشتباهات تایپی گذشته رو باز هم تکرار می‌کنند و به اون می‌گویند میرایش. ولی به هر روی مردی است برای همه فصول، انسانی است که باید ایرانیان از نو بشناسند. همه یه نقدی هم که میتوان به او داشت در زمینه‌هایی که قابل نقد است به کنار، ولی او را به راستی باید گفت که به نادرست کشتند و این نه تنها یک جنایت بود، بلکه زیانی به تاریخ و انسانیت در کشور ما به شما می‌آمد. خیلی ممنون جناب آقای امینی، وقت ما به پایان رسید. انشاءالله در هفته آینده فرصتی باشد درباره ملی شدن نفت صحبت کنیم. هفته آینده درست در آستانه نوروز هستیم و در آستانه 29 اسفند که حتما اگر بخواهید این کار رو در چهارشنبه آینده به مسئله ملی شدن صنعت نفت خواهیم پرداخت. در پایان هم امیدوار هستم که کسانی که خودشون رو منتقد به این حکومت میدانند و هنوز از باورمندان به هر روی به دین اسلام هستند و به ویژه روشنفکران دینی، زمانی آشکارا کشتن کسروی رو جنایت بشمارند و در این باره داوری و نظر بدهند. خیلی ممنون جناب آقای امینی، امیدوارم که در راستای پژوهشاتون هرچی بیشتر پیشرفت بفرمایید. خیلی ممنون همیهنان عزیز که به این برنامه توجه کردید و از آقای امیر هم که کارگردان برنامه بودند تشکر میکنم. شب و روزتون خوش.